سلام، خیلی خیلی خوش اومدین به جایی تری زونکست ما، جایی تری زونکست زونجی، جایی که توش میخوایم از یک بازی خیلی خیلی محبوب صحبت کنیم. این چند وقته سعی کردیم چند تا زونکست براتون بریم با موضوعات مختلف، اما موضوع این قسمت از زونکست به یه بازی خیلی پرطرفدار اختصاص داره، به یه بازی که هم خیلی پرطرفداره هم خیلی جوایزش پرپوله. یعنی شما اگه این بازی رو خوب بازی کنی احتمالی که پول داشی خیلی نسبت به اینکه مثلا بری ماریو بازی کنی مثلا پولدارتر میشه. این قسمت تو این اپیزود مهمون داریم، مهمونامون هم الان میرسن، اما قبل از اینکه بریم مهمونهامون رو ببینیم یک آیتم قراره ببینیم. این قسمت از دو تا دو میگیم براتون، از اینکه تاریخچه‌اش چیه، از اینکه مسابقاتش چطوره، از اینکه مهمون هامون که دو تا باز هستن و دو تا بازی میکنن و میکردن و همچنان هم خواهند کرد راجع به این بازی چه نظری دارن. قبل از هر چیزی، قبل از اینکه مهمونا به ما اضافه شن، میریم آیتم تاریخچه دو تا رو میبینیم، جایی که از یک مپ توی بازی وارکرافت شروع شد. ماجرا از سال 1998 و با معرفی بازی استارکرافت توسط کمپانی بلیزارد شروع میشه. استارکرافت که یه بازی تو سبک RTS بود، ماجرای سه گونه مختلف از موجودات فضایی رو توی سه نقطه مختلف از کهکشان راه شیری تعریف میکنه. البته داستان هیچ وقت نقطه قوت بازی استارکرافت نبود. در واقع این مکانیزم گیمپلی فوق‌العاده این بازی بود که تونست خیلی سریع استارکرافت رو به یه بازی محبوب و مشهور تبدیل کنه. تو بازی استارکرافت بازیکن‌ها باید اونقدر با هم می‌جنگیدن تا در نهایت آخرین بازمانده برنده بازی بشه. یکی از امکاناتی که بازی استارکرافت در اختیار بازیکن‌ها قرار می‌داد، امکان طراحی و شخصی‌سازی نقشه‌های بازی. یکی از نقشه‌هایی که با استفاده از همین قابلیت توی بازی استارکرافت ساخته شد، نقشه‌ای بود به اسم ایون آف استراد که توسط مادری به نام ایون 64 طراحی شده بود. توی این نقشه بازیکن‌ها باید با کنترل یه واحد نیروی قدرتمند به نبرد با هوش مصنوعی می‌رفتند. با اینکه نقشه ایون آف استراد یه نبرد درست حسابی و سنگین رو طراحی کرده بود، اما متأسفانه نتونست بین بازیکن‌ها محبوبیت زیادی به دست بیاره و خیلی زود فراموش بشه. البته ماجرا به همینجا ختم نمیشه. حالا به چند سال جلوتر و سال 2002، یعنی زمانی که بلیزارد بازی وارکرافت 3 رو معرفی کرد. وارکرافت هم مثل بازی استارکرافت یه بازی RTS بود، اما نسبت به بازی استارکرافت مکانیزم‌های ساده‌تری داشت. علاوه بر این بلیزارد امکان رایگانی هم به بازی اضافه کرده بود که بازیکنان میتونستن با استفاده از اون نقشه‌های خودشون رو طراحی کنن و توی اون نقشه‌ها با باقی بازیکنان به صورت آنلاین مبارزه کنن. با استفاده از همین قابلیت جدید، یه روز مادری به اسم یول نقشه شبیه همون نقشه ایون آف استرایف بازی استارکرافت طراحی میکنه و اسمش رو میذاره دیفنس آف دی انشنتس، یا اگه مخففش کنیم میشه همون دوتای خود. تازه بعد از ارائه این ماد بود که بالاخره المان‌های RPG بازی سر و سامون میگیرن، علاوه بر اون هیروهای بازی هم توانایی‌های بیشتری پیدا میکنن. یول بعد از موفقیتی که برای بازی به دست میاره یهو غیبش میزنه، اما قبل از اون تمامی سورس‌های بازیش رو در دسترس همه قرار میده. با این کار یول بازیکنای دیگه شروع میکنن به ساخت اسپین آفای از نسخه اصلی دوتا و به اون آیتم ها و هیروهای جدید اضافه میکنن. بازی دوتا بارها و بارها توسط افراد مختلف توسعه پیدا میکنه، تا اینکه تو سال 2003 دو مادر به اسم مایان و رگنور یه نسخه از بازی دوتا رو معرفی میکنن و چون هیروهای تمام نسخه های بازی دوتا رو توش جمع کرده بودن، اسمش رو میذارن دوتا آل استارز. مجموعه آل استارز به سرعت به محبوب ترین نسخه از این مجموعه بازی های دوتا تبدیل میشه و خیلی اولین نسخه از این مجموعه رو بهترین نسخه از بازی دوتا میگن. بعد از موفقیت مجموعه آل استارز، شخصی با نام گینسو مسئولیت توسعه مجموعه رو به عهده میگیره. از اون به بعد سه نسخه از پنج نسخه مجموعه آل استارز رو طراحی میکنه. بعد از یه مدت کوتاه پندراگون هم به گینسو ملحق میشه. از قدم‌های مثبتی که پندراگون برای بازی دوتا برداشته میشه به طراحی فرومیه که خیلی سریع به ستون اصلی جامعه آل استارز بازا تبدیل میشه. حالا دیگه بازیکنان میتونستن توی این فروم به راحتی با هم ارتباط برقرار کنن و برای نبرداشون برنامه‌ریزی کنن. متاسفانه تو سال 2005، یعنی یه مدت کوتاهی بعد از معرفی نسخه ششم از مجموعه آل استارز، گینسو از مجموعه جدا میشه و جای خودش رو به آیس فراگ و نیکوس میده. نیکوس یه مدت طولانی سرپرست اصلی مجموعه میشه و توی مدتی که این سمت رو داشته تا جایی که میتونسته وضع هیروهای بازی رو متحول، اما متاسفانه نیکوس هم چند ماه بعد مجموعه رو ترک میکنه و حالا آیس فراگ به تنهایی میشه همه کاره مجموعه. بعد از این همه تغییر و تحول، نسخه ششم از مجموعه دوتا آل استارز هم بالاخره منتشر میشه، ولی متاسفانه طرفدار زیاد از این نسخه خوششون نمیاد. آیس فراگ اما بیدی نبود که با این بادا بلرزه و برای همین میاد و با یه مرور ریز روی ریشه‌های اصلی بازی تغییرات اساسی توی بازی ایجاد میکنه. اینجوری میشه که بعد از ارائه آپدیت بعدی بازی طرفدارا دوباره با مجموعه آل استارز آشتی میکنه.
با وجود تمام این تغییر و تحول، اما دوتا آل استارز هنوزم یه ماد از بازی وارکرافت 3 بود و این موضوع تا حدودی دست و پای توسعه دهنده ها رو میبست. از یه طرف دیگه حالا شهرت و محبوبیت بازی دوتا به گوش همه رسیده بود و خیلی بعدشون نمیومد این وسط یه استفاده از اسم این بازی بکنن و خلاصه یه سودی به چیپ بزنن. اینجوری میشه که یهو کمپانی ولف هم وارد ماجرا میشه و یه راست میره سراغ آیس فراگ و ازش حمایت مالی میکنه. بعد از کسب سمت جدید تو ولف، آیس فراگ تو سال 2010 دنباله برای مجموعه دوتا آل استارز میسازه، اسمش رو میذاره دوتا دو. ولی ای کاش کل ماجرا همین. بعد یه مدت که موفقیت دوتا زیر زبان ولف مزه میکنه، ولف تصمیم میگیره نام تجاری دوتا رو برای خودش ثبت. البته که بلیزارد هم همچین بوخت نبوده و این وسط به وقتی که از نقشه ولف باخبر میشه میره و ازشون شکایت. این دعواها دو سالی طول میکشه اما در نهایت ولف موفق میشه خیلی شیک و مجلسی عنوان دوتا رو به اسم خودش ثبت کنه. این بود مختصری از سرگذشت بازی دوتا دو، بازی که از سال 2010 تا همین امروز که داریم صحبت میکنیم مرزهای زیادی رو توی دنیای اسپورت جابجا کرده و تورنمنت های جهانیش یکی از پرهزینه ترین و پرمخاطب ترین تورنمنت های تاریخ بازی های اسپورت محسوب میشه. خیلی خوب، تاریخچه دوتا دو رو دیدین. چیزی که ممکن قبلا دونسته باشین، این بار سعی کردیم یه جوری دیگه براتون توضیح بدیم، بیشتر توضیح بدیم از اینکه از کجا شروع شد و به کجا ختم خواهد شد. البته خیلی سخته دونستن اینکه دو تا دو با این همه طرفدار و مسابقات به کجا ختم شد. مهمون‌های عزیزمون رسیدن. به رسم ادب از خانم ها شروع می‌کنیم. خانم تین ابراهیمی خیلی خوش. ممنون. مرسی که این فرصت رو دادین که در رابطه با واجن محبوبم دو تا دو صحبت کنیم. خواهش می‌کنم. امیجا خیلی خوش. مرسی، لطف دارید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم ابراهیمی و تمام کسی که دارن به همراه می‌بینن. کلاه داری به من بدین. خب امیر اومده بود، ما یه پخش زنده دوتا رفتیم، حتی خانم رایان بودن اول برنامه بودن، پخش زنده مسابقات اینترنشنال امسال بود که کامنت ها رو ما بستیم. من خاطرم هست، من اون پشت نشسته بودم همه بودن پی اچ کارد. الان دیگه کامنت بینیم شروع کنیم. من نوشتم اینجا برای اینکه یادم نره، کلی سوال و کلی تاپیک نوشتم. به نظرم این معرفی بیشتر تینا خودتو بکن که از کجا شروع کردی، چی کار میکنی؟ خب من تینا ابراهیمی ام. فکر کنم اولین اکانت دوتا دو سال اوایل سال 2014 ساختم. اولین باری که اومدم توی دوتا دو اونم رو حساب این که یه کلکلی پیش اومد، گفتن تو نمیتونی به عنوان یه دختر همچین گیمی رو بازی بکنی. الان حدودا 5 ساله که دارم دوتا دو رو بازی میکنم، بازی که واسه هم هیچ وقت تموم نمیشه و جذاب ترین بازی بوده که توی این همه سال، حالا امیر دیگه میدونه، توی این همه سال به هیچ عنوان نتونستم ترکش کنم یا اینکه ترجیح بدم اولویت قائل بشم برای بازی دیگه. حدودا یک سالم هستش که استریمر دوتا دو هم و توی حالا بخش فرهنگ سازی گیم دارم فعالیت میکنم. کجا؟ توی جاهای مختلف. حالا منظورتون اگه به تویچ و آپارات و بعد صفحه اجتماعی کلن بیشتر منظورم اون فرهنگ سازیه بود، یعنی آیا مثلا سمتی دارین توی الان این اواخر هم که موفق شدیم برای کانتر یه سهمیه بگیریم برای دختر برای مسابقات WFG که به عنوان منیجر تیم و خب توی انجمن هم به عنوان رئیس کمیته مسابقات، حالا بخش بانوان کلا دست منه و امیدوارم که بتونم مسابقات خیلی بهتر و حالا رسمیت بیشتری برای دختر رو داشته باشه و مختص خود دختر رو باشه، بتونم ترتیب بدم و دختر وارد این جامعه گیمینگ بکنم، بازی بشن. راجع به این بیشتر صحبت میکنیم بعدا. بریم پیش امیر. امیر تو هم خودتو معرفی کن. این کلاه برای من چش قابل شما نه. الان داشتم به شریار میگفتی که شریار وارکرافت مسیر تو خاطر شریار عوض کردی. آره ما تو کوچه های خاکی بازی میکردیم، از زمین خاکی شروع کردیم بعد. ولی واقعیت داره، زمانی بودش که من یه زمان خیلی وقت پیش با شهریار، حالا با خود شهریار که نه، کلا تو جامعه وارکرافت ریس بودم و اینکه خب شهریار یکی از قدرهای ایران بود و اینکه دو نفر دیگه هم بودن، محمد هایپر بود، ایلیا اسفندیاری بود سناریوس و اینکه خب اینا این سه تا روانپریش بودن، روانپریش نمیشد با این سه تا نمیشد درگیر شد. خب و من یه دو تا چهار تا کردم، گفتم هر چقدرم تو این بازی خوب بشم، یعنی اگه مثلا روزی 18 ساعتم تمرین بکنم باز با اینا برد و باخت دارم، یعنی 100% وینر نیستم.
بعد گفتم خب چه کاریه بریم سراغ دوتا. پس از در واقع دوتا یک شروع کردی؟ نه خب من قبل از این که اصلا واکرافت ریس بازی کنم دیدهی بازی میکردم. یعنی دیدهی هم یه جور میشه گفتش که مادر مپای موبا بود دیگه اون موقع. و اینکه خب ما با دیدهی شروع کردیم، دیدهی بازی کردیم، بعد خب دوتا هم به خاطر همین جذاب بود برای ما. و اینکه خب منم چون یه سابقه از قبل توی دیدهی داشتم اومدم سراغ دوتا. بریم سر همون بحثی که دخترها، بانوان، خانومها. الان شما گفتین که وارد شدیم به این که خب تو انجمن بازی‌های رایانه‌ای که البته ویدیویی درسته وارد شدی، الان دارین سعی می‌کنین که فرنسازی کنین. چیکار کردین؟ از یک سال پیش که دیدم برای تیم پفرا WFC فراخوان داده بودن، همه پفرا رو دعوت می‌کنن. هاینش یه کامنتی بود که نوشته بود که هارتسون و کانتر هم دختره رو ثبت نام میکنن. هرچی نگاه کردم که خب من موقع دو تا دو بازی میکردم، کانتر اصلا خیلی فان بود برام، هر از گاهی میرفتم. بعد خیلی ناراحت بودم صرفا برای اینکه چرا دو تا دو نداره. حالا با همه این کم بودا از همون موقع سعی کردم که دخترای دور و برم جمع کنم، هی بهشون دونه دونه مسیج بده، پایه مسابقه بدیم، سال دیگه انتخابی و اینجور حرفا، بیا شانسمون رو امتحان کنیم. بعد با رئیس انجمن صحبت کردم، خیلی استقبال کردم و متاسفانه ایشون هم با گیمر دختر خیلی آشنا نبودن و کسی نبودش که اونجا بتونه این بخشو هندل بکنه. بعد با آقای بابایی فکر میکنم حالا دبیر انجمن، آره، با ایشون هم صحبت کردیم و یه سری مکاتبه داشتن با چین و تونستن که فهمیه بگیرن برای دختر و تاییدیه‌اش رو برای ما گرفتن. ما خیلی جدی اومدیم تیمو تشکیل دادیم با کوچ و منیجر رو که به زودی هم فراخوان میزنیم برای همه دخترای گیمر، که البته فعلا تو بخش کانتر چون اولین سهمیه رو تو کانتر گرفتیم، که کم کم میان ثبت نام بکنن بتونیم ایشالله تو بخش دختران فعال بشیم. پس خانومایی که الان دارن برنامه میبینن قطعا میتونن اونجا باشن، یه کارایی داره انجام میشه. یه کاری که 100% من خودم پلنم اینه که هفته دوم آبان بتونیم یه مسابقه تشریفاتی بذاریم که یکم دخترها بیشتر با هم کانکت بشن، یکم رسمیت بیشتری داشته باشه تا جزئیات مسابقات و انتخابی و حالا اعلام میکنم. موبا موبا یه داستانی که هست اینه که خب دو تا دو واقعا معروفه، محبوبه، مسابقاتش هم حالا میرسیم به مسابقاتش، یه آیتم هم براتون اومده که آخر برنامه حتما راجع به مسابقاتش صحبت میکنم. درست. اینکه چطور اینترنشنال اینجا رسیده، حتی توی ایران به حال تیمای مختلف کردن تشکیل شدن، خود شما تیم دارید، تو کاپیتانه، کاپیتان کدوم تیم هستی؟ کاپیتان اسبق تیم ملی. گل ملی هم داری؟ گل ملی نرم ولی بعد کیل گرفتم معمولا پیرن کنده. یه چیزی که وجود داره اینه که بیشترین چیزی که تو این چند سال دوتا بازی میکنی؟ دوتا تو یا کلان تو در مجموع؟ دوتا تو. خب الان ما اینترنشنال هشتیم، هفت سال. هفت سال دوتا بازی میکنی؟ هفت سال دوتا تو بازی میکنی؟ دوتا تو بازی میکنی. بیشترین اون اتفاقی که یادت مونده، اونی که مثلا هر موقع بخوای صحبت کنی مثلا راجع به دوتا، معمولا همه ما یه سری خاطره هایی داریم که گل خاطره های ما هست. اینجایی میشه میشینیم، من خودم زیاد دارم. یه جایی میشینی اینو اول تعریف کنی. اگه الان میخوای تعریف کنی از خاطره که توی 7 سال از دوتا دو داری، حالا میتونه مسابقات خارجی باشه، مسابقات ایرانی باشه، توی استریم هات باشه، از تو ریدای که میکنی باشه، چی بیشتر به ذهنت میرسه از این 7 سالی که به حال یه پروسه خیلی طولانیه؟ خب شاید بتونم نمیتونم به یه دقیق به یه خاطره اشاره بکنم، ولی خب یکی از خاطرات که الان تو ذهنم اومدش این بودش که توی کوالیفایر اینترنشنال که ما شرکت کرده بودیم تقریبا 2052 تا تیم از سراسر اروپا اومده بود و تیم ما دو بار توی 80 تیم هست. چه سالی؟ سال پیش هفت. و اینکه دو بار تیم ما توی 80 تیم هست شد و اینکه توی سایت ردیت به عنوان یکی از خطرناک ترین تیما از ما یاد شده بود توی ردیت. آره توی ردیت و یه تاپیکی بودش که کلا بحث شده بود راجع به این موضوع، نوشته بودش که تیمایی که میتونن خطرناک بشن برای قهرمانی. و اینکه خب این فکر می‌کنم بزرگترین افتخاری بودش که من تونستم اون موقع کسب بکنم، ولی جدا از تمام مقامات اروپایی که آوردیم، مقامات ایرانی که آوردیم، ولی برای من این ارزش داشت. میگفتم خب حداقل تو این 7 سالی که کار کردیم تو این زمینه یه کاری کنیم حداقل اسم ایران سر زبان چند نفر بیفته، اسم تیممون سر زبان چند نفر بیفته و یه شناختی میشه گفتش که بقیه از ما پیدا کردن. البته کار سختیه ها، اینکه مثلا شما تو دو تا دو
حالا اونایی که میدونن قطعا در جریانن که کلا هم خیلی پلیر داره، هم خیلی حرفه‌ای ان پلیر ها، هم خیلی وقت میذارن برای این بازی. حالا اینکه رسیدن به 8 قطعا ارزشمند 100%. ولی خب این خیلی برام ارزشمند بود و ولی فانترین خاطره که میشه گفت چیز داشتم خیلی برام جالب بود این بودش که من همیشه دوست داشتم با یه جوری میشه گفت بوت دوتا تو پلیری به اسم دندیه و اینکه خیلی محبوبیت داره، من همیشه دوست داشتم با این بازیکن خیلی بیشتر آشنا بشم. بعد هیرو تخصصی این بازیکن پاجه و اینکه خیلی خوبه، من همیشه ریپلیهاشو دنبال میکردم، دوست داشتم پاجم مثل اون قوی باشه. و بعد از این مدت که ما هم همبازی شدیم توی بازی مختلف به من گفتش که تو بهترین پاجی هستی که من تا حالا دیدم. بعد خب من آره من شب تا صبح خوابم نبرد. شما هیروی مورد علاقه چیه؟ من معمولا همه ساپورترها رو دوست دارم، واقعا شخصیت ساپورتی که دارم، ولی فینک محبوب‌ترین هیروی من. دیگه؟ اگه ساپورت نباشه؟ اگه ساپورت نباشه ایلیدان یا همون تروبلید فکر میکنم. از امیر میپرسی؟ آخه من با بچه های بازی میکنم که همه دوتا یک بازی میکنم و همه به اسم دوتا یک اینا رو صدا میکنن، دیگه اسم هیروهای دوتا دو یادم رفته. بریم یه آیتم ببینیم. یه چیزی که وجود داره اینه که دوتا تو و کلن بازی های اسپورت، حالا نه اینکه نیاز به توان پردازشی نداشته باشن، ولی بیشترین چیزی که تاثیر داره روی حالا ادوانتیج به قول معروف، اون چیزی که شما میتونی استفاده کنی ازش، اون موسوکی بورد. درست. یعنی ما فکر میکنیم، یعنی همه فکر میکنم اینجوریه که شاید توان پردازشی مثلا توی بازی مثلا یه بازی جدید، یه بازی روز خیلی مهم باشه، ولی توی یه بازی که شما خیلی سرعت عمل مهمه، قطعا موسوکی بورد توش ارجحیت داره. یه آیتم براتون آماده کردیم از اینکه یک موسوکی بورد باید چه ویژگی هایی داشته باشه و بریم اینو ببینیم. توی دنیای بازی‌های ویدیویی همیشه هم داشتن یه پی‌سی قوی و خیلی خوب شرط کافی برای بهتر شدن و بردن همه بازی‌هاتون نیست. توی بازی‌هایی که فاز رقابتی دارن مثل CS:GO، StarCraft، Overwatch و همین دوتا دوی خودمون نیازی نیست برای موفق شدن قوی ترین سیستم دنیا رو داشته باشید. بلکه به جاش باید یه وسایلی داشته باشین که به سرعت و با راحتی هرچه تمام‌تر دستورات شما رو بدون کوچکترین تأخیری به بازی منتقل کنه. اینجاست که داشتن یه ماوس و کیبورد خوب میتونه تفاوت بین شکست و پیروزی باشه. واسه همینم خیلی از بازیکنهای حرفه‌ای e-sport ترجیح میدن به جای داشتن یه ابر کامپیوتر، ماوس، ماوسپد و کیبورد خیلی خوبی داشته باشه. اما یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که قیمت این محصولا معمولا خیلی خیلی زیاده و برای همینم بازیکنای نیمه حرفه‌ای که دوست دارن بازیشون رو بهتر کنن شاید نتونن از پس هزینه بالای این وسایل جانبی برن. اما امروز میخوایم یه ماوس، یه کیبورد و یه ماوس پدی رو بهتون معرفی کنیم که اولا میتونن تا حد خیلی زیادی روی بازیتون تاثیر بذارن و دوما اونقدر قیمت ندارن که مجبور باشین برای تهیهشون به دردسر. کیبورد RSK9 یک کیبوردیه که میتونه خیلی از نیازهای گیمرها رو جواب بده. کلیدهای مکانیکی، قابلیت نورپردازی، کلیدها و سویچهای قابل تعویض و ضد آب بودن همه مواردی هستند که توی K9 RS وجود دارن. تازه کلیدهای کنترل محتوای چند رسانه‌ای و مقاوم در برابر بیش از 100 میلیون بار فشرده شدن از نکات جذاب K9 به حساب. ولی شاید باحال‌ترین ویژگی K9 رو بشه قابلیت تعویض راحت و بدون دردسر کلیدها و حتی سویچهای اون دونست. گیگابایت توی جعبه این کیبورد حتی یه آچار هم قرار داره که با استفاده از اون خیلی راحت میتونید کلیدها و سویچهاتون رو تعویض کنید. چراغ‌های LED هم که زیر کلیدهای این کیبوردن قابلیت شخصی سازی دارن و اینجوری میتونید به ستاپ بازی کردنتون یه نمای خیلی خوشگل بدید. تازه این کیبورد با کابل USB به PC وصل میشه و جنس کابلش جنس بافتنیه که باعث میشه کلی مقاومت کیبورد بیشتر بشه.
ولی از کیبورد که بگذریم میرسیم به یکی دیگه از مهمترین اسلحه های گیمر، یعنی ماوس. ماوس M3 آرس هم از اون دست از ماوس هایی که میتونه تمام نیازهای گیمر رو برطرف کنه. اولین و مهمترین نکته در رابطه با ماوس ها حالت ارگونومی و نحوه قرار گرفتن دست روش. M3 از این نظر یه ماوس خیلی خوش دسته که به صورت کامل زیر دست گیمر قرار میگیره و باعث میشه که گیمر بتونه بهترین کنترل رو روی بازیش داشته باشه. از طرف دیگه دقت 6400 DPI سویچ های امران که عمر مفیدی در حدود بیش از 20 میلیون کلیک دارن، نورپردازی RGB 16.8 میلیون رنگی، قابلیت تغییر DPI تنها با فشار دادن یه دکمه و گریپ ضد تعرق در دو سمت ماوس از امکانات و ویژگی های دیگه اون است. این ماوس به گونه‌ای طراحی شده که برای تمام بازیکن‌ها مناسب باشه و فرقی نمی‌کنه که عادت دارین ماوس رو چطوری به دست بگیرید. طراحی M3 به گونه‌ایه که همیشه شما باهاش احساس راحتی می‌کنید. از ماوس و کیبورد که بگذریم به یکی دیگه از مهمترین وسیله های جانبی گیمرها میرسیم که شاید یک کمی هم براتون عجیب باشه. این وسیله جانبی چیزی نیست جز ماوس پد. شاید تعجب کنین اما خیلی از گیمرهای حرفه‌ای ماوس پد های مخصوص به خودشون رو دارن. بعضی ماوس پد های با سطح سخت و بعضی پارچه‌ای رو ترجیح میدن. این مسئله تو سالهای اخیر باعث شده که کمپانی‌های مختلف برای ذائقه های مختلف دست به تولید ماوس پد های خاص بزنن که ضمن داشتن امکانات و سطح خوب ویژگی های جذابی رو به گیمر ارائه کنه. ماوس پد P7 برند آرس هم از این دست از ماوس پد است. سطح سخت این ماوس پد به گیمر اطمینان میده که با دقت پیکسلی نشانگر خودش رو توی بازی به حرکت در بیاره و جوری کالیبره شده که هم برای سنسورهای لیزری و هم برای سنسورهای آپتیکال مناسبه. جنس قسمت زیرین این ماوس پد هم طوری طراحی شده که تحت هیچ شرایطی از روی میز لیز نخوره تا وسط یه نبرد حساس مجبور نشین حواستون رو به برداشتن ماوس پد از روی زمین پرت کنید. ولی ویژگی اصلی این ماوس پد نورپردازیشه. اطراف P7 LED های رنگی تعبیه شده و کاربر میتونه از بین 16.7 میلیون رنگ به دلخواه خودش ترکیبش رو بسازه تا اینجوری به ستاپ PC خودش یه جلوه خیلی خوشگل و خاص بده. تازه اگه همه محصولات شما از برند آرس باشن میتونین با استفاده از نرم افزار مخصوص آرس همه وسایل جانبیتون رو با همدیگه سینک کنین. درسته که خرید یه ماوس و کیبورد و ماوس پد خوب قطعاً شماره یه شبه به یه گیمر حرفه‌ای تبدیل نمی‌کنه، اما تقریباً میشه اطمینان داشت که هر چقدر هم تلاش کنین در نهایت بدون داشتن وسایل جانبی رقابتی نمیتونین به یه بازیکن خیلی بزرگ تبدیل بشین. خیلی خوب، مرسی که تا اینجا همراه ما هستین. خواهیم بود مونده از برنامه، کلی آیتم دیگه هم داریم. بریم بحث رو با شما دوباره ادامه پیدا بدیم. موسو کیبورد چقدر مهمه واقعا؟ موسو کیبورد خیلی مهمه. شما تو هر کاری که هستید، ابزاری که باش کار میکنید اولویت داره. هر چقدر استانداردتر بشه خب مسلما هم شما راحت ترین. همین که قبل از هر چیزی وضعیت سلامتی و حالا این پوزیشن شما موقع بازی یا هر کار دیگه خیلی مهمه. صندلی مثلا، مثلا یه نمونه صندلی، یه نمونه حالت قرار گرفتن دست شما روی موس، روی کیبورد. من خودم رشتم مهندس پزشکی و روی این قضیه خیلی تحقیق کردم که خب چی برای دست مناسبه، چی جوری دستمو بزنم که بعد از یه مدت حالا زایده های دستی و اینا ایجاد نشه. چون یه مدت خودم بازی میکنم دائم دستم درد میگرفت. بعد تحقیق کردم دیدم که حتی وزن نسبت به سایز دست موس که استفاده میکنید خیلی مهمه. اینکه شورتکات های موس چجوری قرار بگیره، حتی جنس بغل موس که دست شما قرار بگیره لیز نخوره دائم عروش که درد بگیره یا اینکه شما رو کلافه بکنه. شما یه تایم طولانی 7-8 ساعته میخوای تمرین بکنی، پس مسلما بعد نظر روانی هم اوکی باشید شما. پس میتونم بگم ارگونومی خیلی مهمه. خیلی مهمه. میتونم بگم 50% این که شما توی بازی فوکوس داشته باشید میتونه به تجهیزات شما مربوط بشه. تینا میگه که ارگونومی خیلی مهمه.
کل حرفش اینه که ارگونومی که چطور میشینی پشت میز و اینکه موز چقدر خوش دسته به قول معروف فلمونه. از نظر تو بچه ویژگی داشته باشه؟ ببین گیمرهای حرفه‌ای میشه گفت جانبازن جدی، یعنی یه جورایی میشه گفت حالا مثلا من دستم الان اینجا نشون بدن درست. اگه یکی از گیمر حرفه‌ای باشه مثلا شهریاری که اینجا نشسته، ما اینجا دست رو از دست دادیم به خاطر اینکه رو موس و پد انقدر کشیده شده آره حرکت داده شده. دقیقا همین بحث واقعا مهمه و اینکه خب به سلامتی بدن ربط داره این موضوع، ولی خب به نظر شخص من کلا موس و کیبورد یه چیز سلیقه‌ایه و اینکه خب بسته به این داره که تو چجوری باش راحتی. مثلا خیلی هستن، خیلی از گیمرهای حال حاضر دنیا هستن که با حتی این موستوپیا بازی میکنن. این با من باورم نشه. باور کنید. اینو من باورم نشه. چرا؟ به خاطر اینکه جنیوس قدیمی. آره جنیوس قدیمی ها، من اون روز عکسش رو دیدم منم باورم نشد. تا اینکه دیدم نه واقعا این پلیر آسیای شرقی داره با این موستوپیا بازی میکنه. حالا خب حالا من نمیدونم چه جوری واقعا میتونه بازی بکنه، ولی خب عادته. یعنی یه چیزیه که با این بزرگ شده و نمیتونه قبول بکنه. حالا همینجا اگه یک بدازه تو اگه یه موسی باشه که فیچرهای بیشتری داشته باشه و یه کیبوردی باشه که حالا فیچرهای بهتری بهت بده، در واقع تو فیچر رو انتخاب میکنی یا اون که ترجیح میدی با همون که راحتی بازی کنی، یا نه میدی که با اینم راحت بشه؟ خب احتمال داره اونو تست بکنم که بدونم بهتر باشه، یا اینکه مثلا شاید مثلا بعد خب به هر حال عادته دیگه، بعد یه مدت من به یه چیز جدیدتر میتونم عادت بکنم. و اینکه خب من حالا تو زمینه گیمر حرفه‌ای دارم این قضیه رو باز میکنم، یعنی مثلا خب برای یه گیمر حرفه‌ای خیلی چیزا توی بازی مهمه، اینه که سرعت عمل با موس و کیبورد براش خیلی مهمه. مثلا کیبورد مکانیکال خیلی براش مهمه که یه جوری میشه گفتش کویکس میشه دیگه. قبل از اینکه شما دکمه رو کامل فشار بدید، شورتکات رو کامل فشار بدید، کار انجام شده. خب این خیلی مهمه. حالا موس هم دقیقاً همین جوره، یعنی خوش دستی موس. مثلا بازیکنایی که تو سبک ما بازی میکنن موبا، مثلا براشون خیلی مهمه که موسشون سنگین باشه به خاطر اینکه زیاد نیاز نیست که توی مپ آره موو بدن. بعضی وقتا مثلا من دیدم بازیکنه مثلا حالا شاید گیم هرتستون یا حتی ورلد اف وارکرافت نه، مثلا بازی مثل جی تی ای مثلا نه، زیاد اصلا براشون اهمیتی نداره موس چجوری باشه، چون میخوان تکون بدن همه کار انجام بدن با موس. بازیکنای مثلا کانتر استرایک هم باز به موسای سنگین عادت دارن، دوست دارن موس سخت تکون داده بشه، یعنی که هدف آره. رو خیلی راحت خیلی دقت آره. بیشتر آره دقیقاً شه. البته اینم بگم خیلی از بازیکن سبک من با موس سریع هم راحتن، ولی خب من چون از وارکرافت ریس دارم میام، از همون موقع دوست داشتیم که آروم کنترل بکنیم و کم تکون بدیم، اینجوری بود. و اینکه این خیلی مهمه، من خودم ترجیح میدم که موس و کیبورد یه جوری باشه که بروز باشه، بروز باشه، ولی خب نیاز به این داره که خوش دست هم باشه. چون امین مهندس پزشکی نخونده من فهمیدم که خیلی براش سلامتی مهم نیست و بیشتر فیچر رو نمونده، ولی خب شما گفتین که ارگونومی خیلی مهمه. خیلی فیچر چی؟ مسلما مهمه به هر حال، هر چیزی که جدیدتر میاد مخصوصا برای کسایی که گیمرن و شرکت ها و کمپانی ها میان با توجه به آپدیت های گیم میان یه سری تغییرات ایجاد میکنن توی تجهیزاتشون، مسلما مهمه. و اینکه اگه خودتون رو سعی کنید به روز نگه داری، یعنی همسو با خود اون گیم و آپدیت های جدید و به هر حال پیشرفت میکنه، تاثیر که داره 100% مهمه. مسابقات دو تا دو خیلی مهمه. بله کلا مسابقه خیلی مهمه، یعنی ای اسپورت الان تو ایران هم داره خیلی جا میفته، تیم های مختلفی هستن. خب بچه‌ها که الان بعدش برگشتیم آیت مودیم توضیح میدم براتون که چطور مسابقات مهمه، کجا شرکت کردن، چیکار میکنن، استریم هم میکنن، چه استریم هم صحبت میکنیم. اما تو ایران هم داره راه میفته. همین آی شاکی که اینجا نشسته الان چی نمیگه، همین چند وقت پیش رفت اندونزی چهارم شد تو استارکرافت، بچهای پی اس مون هم رفتن اونجا توی بازی واقعا نزدیک. اونایی که بازی رو دیدن میدونن من دارم چی میگم، یعنی واقعا یکی از بچه‌ها مثلا مریض بود، یعنی حالت خیلی بدی، سرما خورده بود، رفته بود نشسته بازی که دوم شدن به ژاپن تو فینال آسیایی باختن. خیلی کارا داره انجام میشه. یه آیتم براتون آماده کردیم از مسابقات دو تا دو. من هی نگاه میکنم اینو یادم. مسابقات دو تا دو و کلا ای اسپورت، بیشتر دو تا دو، اینکه از کجا شروع شد، الان چه به قول معروف چه بازخوردی دارن میگیرن از این مسابقات، چه جوری شرکت میکنن ایرانی ها، خارجی ها، کجا برگزار میشه. بریم اینو ببینیم، بعد برمیگردیم راجع به همین موضوع با مهمونه عزیز برنامه‌مون صحبت میکنیم. همراه ما باشید. We'll be right back.
keep on going with that first satanic. Shiki Dragonfall Monk gets us on over on fear. They're moving forward with a hook shot in the eye. Perfect on Zedek. They keep the battle going. Some Mel might be low on mana. They need to keep controlling fear CDC if they want to try and win this game. But fear finds more. He's actually been trapped up the curse, holding him here for now. DK will buy back and they're dragging back the clockwork with a fissure starter. CDC are running out of heroes, aggressive, wants to come out and find some kind of collateral kills. این روزها ورزش‌های الکترونیکی محبوبیت فوق‌العاده‌ای پیدا کردن و شاهد هستیم که هر ساله مسابقات مختلفی بین تیم‌های حرفه‌ای بازی‌هایی چون دوتا دو، فیفا، لیگ آف لجندز و آثار دیگه برگزار میشن. این وسط دوتا دو برخی از بزرگترین مسابقات ورزش‌های الکترونیکی رو داره که تو رأس اونها مسابقات دی اینترنشنال قرار میگیره. مسابقاتی که هشتمین دوره اون چند وقت پیش برگزار شد و تونست لقب بیشترین میزان جایزه بین مسابقات ای اسپورت تا به امروز رو به اسم خودش ثبت کنه. اولین دوره مسابقات دی اینترنشنال که اولین مسابقه برگزار شده با محوریت بازی دو تا دو هم بود تو سال 2011 برگزار شد. جالبه بدونین که تو اون سال دو تا دو هنوز به صورت عمومی و رسمی منتشر نشده بود و به همین دلیل هم فقط یه سری تیم ها و اشخاص خاص به بازی دسترسی داشتن و تیم ناوی که برنده مسابقات شد تنها چند هفته قبل از مسابقات بازی کردن دو تا دو رو شروع کرد. از اون جالبتر اینه که اولین دوره دی اینترنشنال برخلاف امروز که شاهد برگزاری این مسابقات تو فضای مخصوص خودش هستیم تو رویداد گیمزکام و وسط انواع و اقسام غرفه هایی که جدیدترین بازی های اون دوران رو به تصویر می کشیدن برگزار شد و جایزه کلی 1.6 میلیون دلاری داشت که از این میزان 1 میلیون دلارش به تیم اول می رسید. اما پس از سال 2011 مسابقات دی اینترنشنال به شکل سالیانه برگزار میشه. تو دوره دوم کمپانی ولو تصمیم گرفت تا به جای برگزاری مسابقات تو جریان رویداد گیمزکام اون رو به شکل مستقل و تو منطقه سیاتل آمریکا برگزار کنه. درسته که جایزه مسابقات تغییری نداشت و مبلغ کلیش 1.6 میلیون دلار بود، ولی کیفیت برگزاری مسابقات، تعداد شرکت کننده ها و پوشش رسانه ها از اون پیشرفت چشمگیری داشت و باعث شد تا مسابقات دی اینترنشنال بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره. این دوره در نهایت با پیروزی تیم آی جی از کشور چین تموم شد که تو فینال ناوی قهرمان دوره قبل رو شکست. What does a hero truly mean? محبوبیت مسابقات دی اینترنشنال باعث شد تا از دوره سوم ولو این امکان رو فراهم کنه تا گیمرهای بازی هم بتونن توی جایزه نهایی مسابقات تأثیر بگذارن. به این صورت که جایزه‌ای در نظر گرفته شده توسط خود ولو همون مبلغ 1.6 میلیون دلار دو دوره قبلی بود، ولی گیمرها میتونستن آیتم خاصی رو توی بازی دوتا دو خریداری کنن که 25% از پول اون به جایزه دور سوم مسابقات دی اینترنشنال اضافه میشد و در نهایت هم از طریق همین کار جایزه کلی این دوره از مسابقات به 2.874 میلیون دلار رسید. جالبه بدونید که از مسابقات فینال این دوره که بین تیم‌های الاینس و ناوی برگزار شد و با قهرمانی الاینس به پایان رسید به عنوان یکی از بهترین مسابقات تاریخ دوتا دو یاد میشه. مبلغ بالای جایزه دور سوم دی اینترنشنال و جذابیت فوق‌العاده مسابقات اون یکی از دلایلی بود که باعث شد تعداد کاربران دوتا دو پس از این رویداد افزایش چشمگیری پیدا کنه و همین کافی بود تا مبلغ جایزه این مسابقات هم به روند رو به رشدش ادامه بده و تو دوره چهارم جایزه کلی به 10.923.000 دلار رسید. البته خیلی ها اعتقاد دارن که دوره چهارم دی اینترنشنال یکی از تورنمنت های ضعیف بازی بود و اونطور که باید کیفیت اجرایی بالایی نداشت و خیلی از مسابقات هم به شکل جذابی برگزار نمی شدن. اما خب این مسئله هم باعث نشد تا پیشرفت این مسابقات متوقف بشه و تو دوره پنجم جایزه اون به 18.429.000 دلار رسید و تو دوره ششم هم شاهد عبور مبلغ جایزه از رقم 20 میلیون دلار بود که باعث شد دی اینترنشنال اولین مسابقه ای اسپورتی باشه که جایزه کلی اون از مرز 20 میلیون دلار عبور می‌کنه. 3-0 گرند فاینالز تیم لیکوید یور چمپیونز.
مسابقات دی اینترنشنال از سال 2014 تا 2017 تو محیط کیارنا برگزار شد، اما آخرین دوره اون یعنی دی اینترنشنال 2018 با جایزه کلی نزدیک به 25 میلیون دلار تو راجرز آرنای شهر ونکوور برگزار شد و با قهرمانی تیم اوجی به پایان رسید. مسئولین برگزاری این مسابقات اعلام کردند که دوره بعدی اون قراره تو شهر شانگهای برگزار بشه و باید دید بزرگترین مسابقه ای اسپورت حال حاضر تو دوره بعدیش چه رکوردی رو توی زمینه مبلغ جایزه ثبت میکنه. اما جدا از دی اینترنشنال، مسابقات دیگه هم با محوریت دو تا دو برگزار میشن که از جمله اونها میشه به مسابقات میجر مهم از جمله سری مسابقات ESL 1 اشاره داشت. با این حال هیچ کدوم از این مسابقات به اندازه دی اینترنشنال مورد توجه قرار نمیگیرن و جایزه کلی اونها هم اصلا قابل مقایسه با این مسابقات نیست. مسابقه جذاب‌ترین بخش جایزش. اولین مسابقه که شرکت کردی تو بازی چی بود؟ اولی اون ممکنه توی گیم نت بوده باشه. آهان، تو دوتا دو؟ توی هرچ. من اولین مسابقه که میتونم بگم رسمن یه بار کلش آف کلنس بازی میکردم و خیلی خب اونجا من جزو کسایی بودم که همون اول شروع کردم و کلنمون یه چند ماهی اصلا کلن اول ایران بود و هنوزم خب جزو تاپ کلنایم. کلش رو یه مسابقه محلی طوری انداختن که ما وار زدیم با هم دیگه و من اونجا تونستم، اون موقع میگفتن فستار کنه با دراگون و فلان و اینا، یه تایی فلان. اون اولین تجربه من بود که خیلی جدی براش واقعا استرس داشتم، خیلی نگران بودم. جدی ترین تجربه هم یه تورنومنتی بود برای یه گیم نتی بودش که تیم ریبون را و من خب منیجر و یارشیشم تیم بودم و اصلا جدی بازی نمی‌کردم چون دخترها اجازه نداشتن که بخوان توی تورنمنت هایی که لن هستش و همه پسران حضور داشته باشن. یکی از پلیرامون از قضا مریض شد و شما بیاد یاری رو جایگزین برات شدی و من اصلا نمیخواستم که بازی بکنم، انقدر استرس داشتم اصلا دستام داشت میلرزید. این طرفم مهبود بود، این طرفم وحید بود، میگو بابا تینه آروم باش، اوکیه، ما اصلا ساپورتت میکنیم. اوکی. بعد اولین تجربه هم اونجا بود که اول شد تیم لیبون و خب خیلی ها به من جالب‌ترین بخشش این بود که وقتی من عکس رو توی اینستاگرامم گذاشتم یه چی حدود شاید اگه دروغ نگم 500 تا کامنت دایرکت داشتم و همه بهم تبریک میگفتن که دمت گرم که یه دختر جرأت کرد که بخواد وایسی بکنه. حتی الان اوضاع خیلی بهتر شده. الان خیلی بهتر. الان واقعا دختر رفتن با پسر رو تیم میدن، حتی لن شرکت میکنن. خب خیلی بهتر شده. من هر وقت برمیگردم ای کلا میکنم. تو چی امیر؟ از کدوم بگم؟ از چی بگم؟ از چی بگم؟ از جدی ترین مسابقه. از جدی ترین مسابقه که تا حالا حضور داشتم ایرانی خارجی که فرقانه. جفتشو بگم. جدی ترین مسابقه که تو ایران فکر کنم تا حالا برگزار شده سال 91 بود. مسابقات ماتریس بود که زیر نظر شرکت MSI برگزار شد اون موقع. بعد توی نمایشگاه بین‌المللی بود که ما از وزیر صنعت و معدن اصلا جایزه‌مون گرفتیم، جوایزمون گرفتیم. میگم خود شهریار هم اونجا اون مسابقات حضور داشت. بعد خیلی ما استرس داشتیم چون یه جوری میشه گفتش که ما چند سال بود که تیم اول ایران بودیم. سال قبلم باز ماتریس برگزار کرده بود و در کمال ناباوری ما مسابقات حذف شده بودیم و هیچکس فکرش نمی‌کرد. ولی خب سال بعد که ما واقعا شب و روز داشتیم تمرین میکردیم، خیلی شرایط سخت بود. جوری بودش که من دوتا تو اون موقع تازه اومده بودم، ما مجبور بودیم که ریپلی دوتا تو رو ببینیم که آپدیت تر بشیم چون دیگه دوتا یک ریپلی نمیداد. بعد مسابقات دوتا یک بود، من لپتاپ به دست میرفتم محله هایی که بچه ها مثلا زندگی میکردن که بهشون ریپلی بازی رو نشون بدم. مثلا میرفتم یه بار شاه عبدالعظیم، بعد میرفتم اون طرف تهران پارس گفتم این ریپلی اینجوریه فلان. و اینکه اون مسابقات خب خیلی جذاب خوبی بود، جدی بود. و خارجی چی؟ خارجی حضوری داشتی یا اکثرا آنلاین بود؟ اکثرا آنلاین بوده. من 5 تا مسابقه کوالیفای شدم برای مسابقات خارج از کشور، به علت مشکل خروج از کشور نتونستم برم. بله. الان داریم خدمت میکنیم. امیدوارم که تموم شو بتونی بری مسابقات. یه چیزی که هست که بچه‌ها استریم هم میکنن، استریمر هستن در واقع. من داشتم برمی گفتم اگه موقع
خالی کردی تموم شد. آقا یه ریدی هم بیار رو اکانت ما بچه‌ها. استریم ما هم ببینم، ما خود هیچی نداریم. خب استریم چطور امیر؟ استریم که خیلی خوبه واقعا. من میخوام بیشتر راجع به این ازت بپرسم که الان اون فرهنگه به نظر تو جا افتاده استریم در ایران یا نه هنوز خیلی جای کار داره؟ البته خب تو خب بیننده زیاد داری، قطعا ممکنه خب تو الان جا افتاده تر باشی نسبت بقیه، ولی فهم میکنی مثلا یکی که الان بخواد تازه شروع کنه استریم، چون من خیلی پیغام دریافت میکنم از اونجی که آقا من میخوام استریم کنم بعد چیکار کنم، من الا بلا میخوام استریم چیکار باید بکنن؟ یعنی بعد اگه یه دونه دو سه نفر اونا رو میبینن بعد چیکار کنن؟ یعنی اگه اون دو سه نفر در واقع قطعا تو هم اینو داشتی، تو هم قطعا دو سه نفر، شاید تو چون درگیر مسابقات بودی یه مقدار بیشتر از دو سه نفر درسته بعد چیکار کنن استریم کنن؟ ببین یه مقوله هستش، من به این اعتقاد دارم، فرق خیلی زیاد و محسوسی بین استریمر و گیمر حرفه‌ای هیچ وقت نمیشه گفتش که لزوماً یه گیمر حرفه‌ای میتونه استریمر خوبی باشه و یه استریمر خوب میتونه گیمر حرفه‌ای باشه. آره دقیقاً. و این خب خیلی مهمه. من الان میتونم یه گیمر حرفه‌ای باشم ولی خب لزوماً استریم بکنم و جواب نگیرم. بیشترین چیزی که تو استریم به چشم میخوره نحوه ارتباطت با ویورات، نحوه ارتباط، نحوه اینکه چجوری بتونین استریم، چون دقیقاً یه جوری میشه گفت شما یه شومنید. دقیقاً شما انگار یه مجری یه برنامه اید که این برنامه رو حالا چجوری پیش میبرید. این دست شماست، این به ابتکار عمل شما برمیاد. دقیقاً، یعنی میشه گفتش حالا نمیشه، شاید نمیدونم چیز دیگه پیدا نکنم، ولی مثل یه حکومت میمونه دقیقاً دیگه که شما اصلا حکومت هستین، اون ویورایی که دارن نگاه میکنن دقیقاً دارن با شما اونس میگیرن دیگه. حالا اینکه شما چجوری رفتار بکنید این به شما برمیگرده و شاید اگه حتی گیمر خوبی هم نباشید مثلا بتونید خوب پرزنت کنید. دقیقاً، یعنی این فکر می‌کنم این مهمترین چیز توی استریم باشه و اینه که ملت رو به نظر من جذب می‌کنه. اینه کسایی که حالا طرف من الان خیلی از ویورام اصلا هستن که شاید اصلا دو تا تو نشناسن چیه، شاید اصلا با دو تا دو اونقدر آشنایی ندارن و اینکه خب کلا با خود شاید اکت من حال بکنن، کاری که من انجام میدم. و اینکه من همیشه خودم دوست دارم به عنوان یه گیمر حرفه‌ای ازم یاد بشه تا یه استریمر، برای استریمر خیلی ارزش قائلم. ولی دوستایی که خب امیر گفتش که اگه حتی خوبم بازی نکنی خیلی شاید مهم نباشه، خیلی مهمه که خوب پرزنت کنی. تو با این موافقی؟ یعنی مثلا اگه یکی خوب بازی نکنه، مثلا یکی استریم تو رو ببینه، مثلا میگم استریم تو یا استریم هر استریم شهریو، البته شهریو نمیشه چون شهریو خیلی خوبه، مثلا استریمی که ببینه مثلا داره کانتر بازی میکنه یا داره مثلا اوورواچ بازی میکنه هر چی هی میمیره، هی اینو میزنن، ولی این اکت خوبی داره، به نظر تو این کافیه؟ خیلی مهمه، دقیقاً با حرف امیر موافقم، چون من اگه بخوام توی دوتا دو استریمرم، ولی استریمر حرفه‌ای گیمر حرفه‌ای نیستم، چون پسرها همیشه بالاترن، شاید توی دخترها تو بخش خود کشورمون یه جایگاهی داشته باشن ولی تو سطح حالا کلی همچین جایگاهی نداریم. ولی خب من خیلی از ویورام میان به خاطر کانکشنی که باهاشون دارم، به خاطر حالا کارهای دیگه‌ای که انجام میدیم جذب این استریم میشن. هر استریمر یه شخصیت مخصوص به خودشو داره که اونو جذاب میکنه. منم مثل شما خیلی وقتا میام کامنت میگیرم که چجوری استریمر بشیم، باید چیکار بکنیم. فکر کنم اینو امیر جواب ندادش، من اگه اجازه بدیم یه توضیح بدم. استریم کردن واقعا کار سختیه، علاوه بر اینکه شما باید بازی بکنید، باید فوکوس کنید که با افراد مختلف با فرهنگ‌های مختلف کانکشن خوبی داشته باشید که خیلی مهمه، بعد کلی ازتون انرژی میگیره. و اینکه اصلا به نظر من وقتی میخواید استریم بکنید اولش نرید کلی هزینه بکنید، ستاپ جمع کنید، بشینید دو روز سه روز استریم بکنید، بعد ببینید که اصلا علاقه ندارید، اصلا اون کاری که فکر میکردید نیستش، خیلی سخت‌تر از اون چیزی که فکر اصلا سخت‌تر. یا اینکه نگاه میکنید ببینید وقتی ویور ندارید اکثرا با این مشکل و حالا چالش روبرو میشن، وقتی که ویور ندارید سرد میشید و وقتی که سرد بشید نمیرید، خیلی نمیرن دنبالش که ببینن چی کار بکنن. بس همینجاست، اگر سه نفر چهار نفر دیدن هر کسی باشه سرد میشه، هر کسی باشه ممکنه مثلا یک هفته در روز استریم کنه بعد ببینه سه چهار نفر میاد سرد بشه، بعد چیکار کنه؟ یعنی آیا باید اون رو ول کنه یا نه بعد استفاده کنه از شبکه اجتماعی، استفاده کنه از روابط خودش، استفاده کنه از اینکه بقیه رو دعوت کنه که استریمش ببینن، بعد چیکار کنه؟ میرسه به اینجا که حالا سه چهار نفر ویور داره، طرف خیلی وقتا ممکنه تبلیغات خوبی نداشته باشه، ممکنه که معرفی نشده باشه یا اینکه شناخته شده نباشه،
ولی وقتی که استریم کردید با همون 3-4 نفر، همون کامیونیتی که تشکیل داره، داره بهش خوش میگذره و لذت میبره، خب باید اون کار ادامه بده، میبینه که علاقه داره. حالا توی این مسیر کم کم زمان میبره، شبکه های اجتماعی مهمه، تبلیغات مهمه، حالا تنوع. بچه ها رو دنبال کنین اگه استریم دوتا میبینین و استریم چیزی دیگه. تو بیرن کن چیزی استریم کنی، چیزی استریم کنی. من یه هر از گاهی میرم پابجی فید میرم. هر از گاهی فید فیلم میبینی؟ فید میدم، یعنی میرم میمیرم. یعنی میمیرم. شما جز دوتا؟ من دوتا رو دوست دارم. الان کانتر رو تقریبا، حالا کم کم میخوام وارد کنم. پابجی، آفلس خیلی کم، ولی آفلس بازی ترسان. اصلا ترسناک نبود، یعنی با اون چیزی که فکر میکردم. ما خیلی ترسیدیم، ولی ما یه آیتم ضبط کردیم از آتلس، خیلی ترسیدیم. فکر کنم من تو استریم بود که بیشترین حالا فان بود، انقدر که خندیدم آخرش دیگه ول کردم وسط استریم دیگه. این که بچه ها میگم واقعا کار سختی سخته، شما اولین باری که استریم کردم خودم یه هفته مریض شدم. یعنی من چون کار خودم خب بازیه و با نادر و حال کار ویدیو انجام میدم زونجه اینا، خودم مریض شدم یه هفته، مریض شدم یه بار استریم کردم. یه چیزی که منم دوست داشتم اینجا بگم و جاش هست، حالا حتما که زونجه بعدم آیتم راجع به استریم میریم، فرهنگ استریم کردنه. یعنی به هر حال شما باید اینو قبول کنی که نماینده‌ای هستین که یک سری پدر و مادر بچه‌شون داره تو اتاق استریم شما رو تماشا میکنه. ظاهر خوبی باید داشته باشین، باید رفتار خوبی داشته باشین، منش خوبی داشته باشین، از الفاظ خوبی استفاده کنین. من امیدوارم، چون من خیلی میبینم، من به واسطه شغلم، من حالا وسط صحبتتون بعد یه چیزی رو اضافه کنم، شما بفرمایید بگم. یکی از بهترین تجربه های من توی پلتفرم ایرانی استریم کردن بود. اوایلش هیچ کس نمیدونست، حتی خانواده هایی داشتیم که میومدن ما رو محکوم میکردن که شما دارید بچه های ما رو راه به در میکنید، نمیدونم شما دارید میبرینشون سمت گیم. من خیلی مقاومت کردم، به عنوان یه دختر خیلی چیزا دیدم شنیدم و واقعا برام سخت بود. کنارش بگم یه سری افرادی بودن که واقعا دلگرمی میدادن، این اصلا نباید اینو انکار کنم که همونا بودن که منو نگه داشتن. کم کم چت، همونجوری که توی اون حالا آپارات بودیم افیلم میکردم، کم کم چت ها تغییر کرد. دیدم حتی خانواده هایی میان به من دایرکت میدن، پدر اومده به من دایرکت میده راجع به پسرش، میپرسه که پسر من فلان گیمو داره بازی میکنه، ساپورتش کنم نکنم؟ من به عنوان پدر میگم علاقه داره، استعداد داره. بعد دیدم خانواده ها چقدر با اون استریم الان مچ شدن و من میگم مادرها پدرها میان اونجا کامنت میذارن، میشه راجع به این قطعه توضیح بدید، میشه راجع به این گیم توضیح بدید، مسابقه اش جایزش چه جوریه، چه جوری کوالیفایر میشه. راجع به اینا خانواده ها میپرسیدن که برای بچه هاشون حالا اطلاعات. این برای من واقعا یه موفقیت بود. دقیقاً همین شده. یعنی یه جوری باید باشه که ما همه ما، من خودم اصلا استریمر نمیدونم، یعنی من اگه خودم همه ما، منظورم حتی مایی که مثلا داریم یک مدیای بازی داریم، درباره بازی و سینما داریم، و اگه کار کنیم، اگر پدر مادره، اگر یک فرزندی میاد تو بخش کامنت های ما، اون بدونه که اینجا امنه، یعنی نه قرار فوشی یاد بگیره، نه قرار راجبش هر چیزی غیر از بازی صحبت بشه، نه راجب بخش. این خیلی مهمه، اینو دوستشون همیشه اینجا بگم، یه برنامه رو قطعا راجب استریم دل اخص استریم داریم، اونو اونجا بیشتر صحبت میکنیم. خواهشم از همه استریمرهایی که این برنامه رو میبینن یا نمیبینن و به گوششون میرسه اینه که اینا رو واقعا رعایت کنن، برای همه جامعه ما خوبه، چون به هر حال ماها هر کدوم نماینده این جامعه ایم. یعنی اگه یک کسی یک جایی لغزشی بکنه، ممکنه به پای بقیه هم نوشته بشه. خیلی سریع، خیلی سریع، خیلی طولانی شد این آیتممون. آرمانم مثل شهریار تعویض داره، میگه تعویض کنه. یعنی که زد بریم یه خیلی سریع بپرسم، به زونجو میخونی؟ بله. شما؟ پنجا پنجا. یعنی چی پنجا؟ یعنی زونجو میخونی پنجا هست، پنجا هست یه جای دیگه میخونی؟ پنجا درصد از چیزایی که میذارم میخونم. پنجا در خود ما چون خیلی پست میذاریم خوب میخونم، چون مثلا روزی 40 پنجا میذاریم، اگه 22 سه تا بخونی خودش یک دو ساعت میکشه. نه. خب شما بازی دیگه هم جز دوتا میکنی؟ از پابجی. یعنی مثلا بازی روز کنسول داری؟ من کنسول ندارم، ولی به زودی میخوام یه کنسول گیو اوی بدم. گیو اوی کنسول؟ نه آخه واقعا خودم به کنسول علاقه ندارم. دوست نداری بازی روزو بازی کنی؟ چرا، بعدم نمیاد این کارو انجام بدم. پیسیم قوی هست. من مثلا رمبو 6 بازی کردم. من آخه یه عادتی که دارم اگه یه بازی دیگه رو بخوام بازی کنم، دوست دارم پرفشنال بازی کنم. بعد اینقدر لطمه میزنه. بذار چیزی کلا اینجوری هست که یه بازی تموم کنی، بشینی یه بازی تموم کنی. آره من بازی داستانی، آره من بازی روزا مثلا بازی میاد منتظر. مثلا من رزیدنت اویل رو اکسن تموم کردم. تو گیمت هم میشستم تموم میکنم. یه شب دو صبح میشستم. شما چی؟ خیلی کم. علاقه ندارم. چرا؟
من هم اخلاق همیه که به من میگن چرا نمیام مثلا رینبو پابجی فلان بازی کنی، میگم من دوست دارم بازی که میکنم خوب بازی کنم. نه منظورم رینبو پابجی اینا نیست، منظورم کنسول. اگه منظورتونه که جنبه فان داره، خیلی وقتا دیگه مثلا میرم کنسول پس نداره. نه خونه نه کنسولی نیستن. کنسول من تو PS4 ولی یه بازی کنسول انجام دادم که واقعا رو دستش نیست. چی؟ Until Dawn. بازی خیلی خوبی نبود. من واقعا راضی بودم چون ما 11 نفر نشستیم بازی کردیم با هم. همونی که یه سری بچه تو کلبه و فلان. آره خب این که باترفلای افکتش به نظر من عجیب غریب خوب. اینا کنسولی نیستن. کنسول خاصی نمیشدم. اینا این کاری. کنسول خوبه بازی روز. خوبه. من خودم واقعا موقعی که از ریج میکنم از تو بازیام، همچنان هم گیمه. چون من خودم تو هیچ بازی حرفه‌ای نیست و وقتی تو هیچ بازی حرفه‌ای نیستی مجبوری همه بازی رو بازی کنی. سخن آخر، حرف آخر در حد 30 ثانیه همیش. در حد 30 ثانیه. اول اینکه خیلی تشکر میکنم از اینکه امروز در کنار شما مخصوصا که من دوستان دیگه حضور داشتیم. ممنون که منو دعوت کردید به این برنامه و اینکه امیدوارم این قضیه همینجوری بیشتر بشه، از این دست برنامه ها واقعا تو ایران بیشتر بشه. 100% من واقعا تمام توانمو میذارم هر جایی ازم دعوت بشه اونجا حضور داشته باشم و کمک بشه به جامعه گیم ایران. خواهش می‌کنم. من هم میتونم همین تشکر میکنم از همون کسایی که این برنامه رو ترتیب دادن و از شما که دارین فعالیت میکنین و این فرهنگ رو بین مخصوصا خانواده هامون زومجی سایتی که همگانیه مخصوصا برای خانواده هامون داری جا میدازید. خانواده همه چی مهمتره. مرسی که ما رو تماشا کردیم. مرسی از بچه از دوتا مهمون عزیزمون که اومدن دعوت ما رو پذیرفتن. مرسی از شهریار و حسین جعفری عزیز و نادرم که اون پشت و خیلی زحمت کشیدن و البته بچه‌های دوست داشتنیه گیگابایت و البته برند آرس که حامی این برنامه بودن. ما اومدیم اینجا یک چیزی رو من فراموش کردم، اون تیزری که دیدین آرس لیگ بود. یه دونه تیزر دیده بودین توی برنامه بتل رویال ما آرس اوپن بود، این با اون فرق میکنه. این برای بازی دوتا هست که اسمش آرس لیگ، تیزرش رو تو برنامه دیدین. من یادم رفت قبلش بهتون بگم مرسی از بچه‌ها، مرسی ازتون، مرسی که تماشا کردین. یکم طولانی شد، امیدوارم لذت برده باشین. کامنت هاتون رو به ما بگین راجبه صحبت‌های امیر، راجبه صحبت‌های تین، راجبه صحبت‌های خودم، راجبه این که فکر می‌کنین این فرهنگ باید چطور. این کلاه هم من میگیرم، دیدم شما این کلاه من خودم ازش میگیرم. مرسی که ما رو تماشا کردین. تا زومکست بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. مواظب خودتون باشین.